قبل از هر چیزی یه مقدار ابیات رو من دنبال میکنم، چند بیتی رو هم ازش رد میشم. ابیاتی که از روش رد میشم مثالهایی که مولانا میزنه، میگه مار همیشه یه برگی، چون لای درخت یعنی لای برگ ها و علفزار ها میره، پرنده خیال میکنه برگه و میاد روی اون بشینه یا بخوره، مار میگیرتش. تمساح یه مثال دیگه میزنه و در حقیقت میخواد بیان کنه که جهان ما جهان آشوب هاست، جهان مکر هاست، حیله هاست، جهانیه که هر طرفش خطری در انتظارته. بعد شروع میکنه به گفتن حرفای خودش. زهر قاتل صورتش شهد است و شیر، هین مرو بی صحبت پیر خبیر. میگه زهر در قندی رود آنگه خورد. یعنی شما اگر مطمئن باشید چیزی ضرر داره، چیزی به دردت نمیخوره یا به درد انسان نمیخوره، مسلماً دنبالش نمیری. باید به نظرت شیرین بیاد که دنبالش بری. میخواد بیان کنه که این جهان ما همه چیز رو به چشمت به صورت شیرین و شهد رنگ میکنه و تو رو با اون در خودش محو میکنه که شیرینیه. بعد پیر خبیر، پیر خبره، پیر کسی که پیری که دیدگاه داره، نظر داره و نظرگاه، مهمترین صحبت‌های امشب ما. بعد ادامه میده، جمله لذات هوا مکر است و زرق، سوز و تاریک است گرد نور برق. اگر سور و تاریک است بخونید، سور هم دو گفته شده. تمام اون چیزی رو که ما لذت اسمش رو میذاریم، که بارها صحبت ما بود که لذت در درون خودش سایه رنج رو به همراه میاره، میگه اون لذتی که ریشه در فکر داره، فکر که میاد به حافظه و در حافظه یه خاطره‌ای رو میخواد دوباره تکرار کنه، من این غذا رو میخوام، من این منظره رو میخوام، من این ماشین رو میخوام، هر اون چی که به هوا برمیگرده، به نفس برمیگرده، هر اون چی که مجازیه و واقعی نیست، میگه این مکره، مکره و زرق، ظاهر زیبایی داره، ظاهری داره که میدرخشه اما همش دروغه. اما اینکه تاریک و گرد نور برقه. ببینید شما اگر در بیابون مثلا باشین، جایی که کاملا تاریکه، وقتی که اون برق آسمان میزنه، کنار برق آسمان شما یه چیزی مثل گرد میبینید که روشنه و فکر میکنید که اون روشناییه، یک حالت، حالا بگم رنگی که داره، گردیه که کنار اون برق ما در تاریکی آسمون میبینیم. برق نور کوته و کذب و مجاز، گرد او ظلمات و راه تو دراز، گرد او ظلمات و راه تو دراز. میگه اون نور میزنه یک آنه، اون گردی هم که بغل نور میزنه راهی رو برات روشن نمیکنه، اما تو راهت درازه.